نیروهای ارتش سودان به تجمع معترضان مخالف در مقابل وزارت دفاع در پایتخت این کشور شلیک کردند که در پی آن تعداد زیادی جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند. کمیته پزشکان سودانی تعداد جان باختگان را 113 و تعداد افراد مجروح را بیش از 500 نفر اعلام کرده است. مخالفان سودانی کشتار غیر نظامیان از سوی نیروهای ارتش را نسل‌کشی اعلام کردند. گفتنیست اعتراض به قیمت نان و سوخت عاملی بود که مردم سودان را به خیابان کشان. تظاهراتی که از روز 19 دسامبر 2018 28 شهریور 1397 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. معترضان رفته رفته خواسته های خود را افزایش دادند که پایان یافتن حکومت عمر البشیر و ایجاد یک حکومت دموکراتیک از خواسته های بعدی معترضان بود. عمر البشیر توسط شورای نظامیان برکنار و زندانی شد و شورای نظامیان قدرت را در دست گرفت. حالا گروه های معترض سودانی خواستار کنار رفتن نظامیان و ایجاد یک حکومت دموکراتیک هستند و برای رسیدن به خواسته های خود همچنان به اعتراض مسالمت آمیز و تحصن در خیابان ها و میدان اصلی پایتخت در برابر وزارت دفاع ادامه می دهند. پیش از این و قبل از متشنج شدن اوضاع در سودان، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده طی پیامی از مسئولان سودانی خواسته بود تا دست از خشونت کشیده و با رفتارهای مسالمت‌آمیز با مردم روبرو شوند.